درود بیکرام بر شما پاینده ایران ببینید بعد وقتی یه سیاخ انجام میشه فک آدم میخوره زمین متا قبل از اون عاشقتونم خیلی ممنون که برنامه من رو دنبال میکنید در سطح گسترده پخش میکنید یاد روی میکنید رو اصاب دشمنان ایران و ما احساس ترحم داریم به دشمنان ایران برای که از من متنفرن ولی معتاد برنامه من شدن باید هم نگاه کنن هرس بخورن یک طرفه چون دیگه هم به تله نمیدم که بشینم باشون با حتی در حد اینکه منتقد بیاریم بالا اصلا ما دیگه منتقد هم نمیشناسیم چون منتقدی نداریم کسایی که دشمن ما هستن منتقد نیستن کسایی که در قالب منتقد رو میکنن خودشونو اینها کسانی هستن که از ما عقده دارن و دشمن هستن ولی همین تو هم عالم خودشون بمونن تا حرص بخورن و وقتی دشمن باشی دیگه میفتی به مزخرف گویی همچون سایت ایلنا که در کنار یک سعودی نشنال و بی بی سی هم پیشو میگیرن مثلا اینا یه مشکلی دارن با آقای ابراهیم رئیسی میخوان سیاه نمایی کنن علی دولت آقای رئیسی دیگه تمام علم حالا همسر خودم چون به معلم ریاضیه بهش نشون دادم اینا تمام علم ریاضی رو شگفت زده میکنن و هیچ مثلا کس کارشناس ریاضی هم نمیتونه جواب بده مثلا ایلنا اومده خبر داده و خیلی جالبه از توی تلگرام و همه اینام در مورد ایلنا میگه کاهش 100 درصدی مصرف گوشت در یک سال اخیر کاهش 100 درصدی مصرف گوشت در یک سال اخیر نرخ ثابت ماند یعنی چی آقا این 100 درصدی رو مثلا یکی برای من توضیح بده یعنی الان هیچ کس یه تیک گوشتم تو ایران کاهش 100 درصدی یعنی اینکه دیگه مصرف گوشت صفر شده کاهش 100 درصدی چه سیغه ایه؟ مثلا وقتی که یک گوشتی مثلا اگر مثلا مصرف بشه دو برابر بشه میگن 200 درصدی 100 درصدی مثلا 300 در ولی وقتی منفی کاهش میخوای بگی دیگه یه مثلا بعد بگی 99 درصد یا 99 درصد دهم درصد یعنی باز بالاخره یک دهم درصد شاید گوشت بخورن ولی وقتی میگی 100 درصدی یعنی یک نفر از 85 میلیون مردم ایران گوش نخورده آقا من یه سوال دارم چند نفر از شما تو ایران دارید زندگی میکنی و در یک هفته گذشته حالا ایشون میگه در امسال دیگه در یک سال اخیر آقا چند نفر از شما در ایران زندگی میکنید در یک سال اخیر گوشت خوردید کامنت بذارید آخه مگه داریم کاهش 100 درصدی این چه سیقه تمام علم ریاض آقا میخوای ابراهیم رئیس رو خراب کنی بکن من که حالا چیز نیستم که ولی اینجوری خراب نکن خیلی بابا فله خیاره هرجور حساب میکنم خیاره شما نگاه کنید علی جوانمردی هم میاد قضیه رو دست میگیره علی جوان بابا تو خود عقب افتاده سیاسی روانی هستی اصلا اومده زده ارمقام حالا اون ایلنا مخالف دولت ابراهیم رئیسی که تو نظامه میاد تولید محتوا میکنه خیلی جالبه ایلنا رو من بهتون بگم در یک سال اخیر که ابراهیم رئیسی اومده قشنگ زوم کرده رو بحث همین مسائل مصرف مواد غذایی و غیره و ایرا هر روز داره تولید خبر میکنه در حقیقت داره اه تولید اه خوراک به رسانه های ضد کشور میکنه دومی اینا علاوه روانی بسیار بسیار مردم اذیت میکنه کاهش 100 درصدی نداری حالا اون یه چرت پرتی میگه اپوزیسیون هم که سواد نداره اینا بیشعورن آقای جوانمردی ارمغان حاکمیت جمهوری اسلامی کاهش 100 درصدی مصرف گوشت یک سال اخیر بابا آخه 100 درصدی خیار گفتم بله بگو هفتاد درصد بگو شست درصد صد درصد آخه مگه داریم بعد نمیشه آوا تو دی میرزا ام آوا تو دی خری کیه به های خودشون هم. این هم جدیدا مد شده مثلا علی جوان مردی تنها است میگه آوا تو گفت خبرگزاری آوا یه نظریات خودش به نام آوا تو دی ببین من نزدیک 20 نفر با من کار میکنن و خب دارید میبینید خیلی جا کمپین میزنیم فلان فقط 20 نفر پشت برنامه رود هستن بعد ما ناممون نذاشتیم خبرگذاری میگیم آقا تیم رود است تیم رود است طرف مثلا میدونه خودش مثلا خودش ولی نظریاتش میخواد تحمیل کنه من آوا تودی من جدال من فلان پشت یه اسم قایم میشه که بخواد فریب بده نه آقا تو توی ما که ما 20 نفر پشتمون نمیتونیم کمپین بزنیم شما اگر جای یک نفر مثلا که پشت این اسم قایم میشی دو نفر بودید قیامت کرده بودید ما 20 نفری خود داریم این چیکار میکنیم داریم ما بر از 20 نفر شدیم تیم رو دست نظریاتی که میگیم آقا نظریت از تیم رو دست یعنی بیس هم بهتون این 20 نفر همه یک دست نیستن روی یک سری چیزای اصولی ماها پایبندیم ولی مثلا رو مسائل مذهبی دینی اینا نظریات مختلفه یکی دو تا بچه آتئیستن سه چهار تا بچه اتفاقا شدیدا مسلمان شیهن بعضی هم مثل خودم زرتوشتی ولی روی یک سری اصول اصلی داریم سالهاست کار میکنیم شانیون تیم رودست یک سری اصول اصلی که یه جایی هم به چالش میرسیم جلسه یه چیزی گفتگوی حل میشه ولی اصلا اینا چون ایش که آوا تو دی آوا تو دی گفت آخه مگه میشه؟ حالا ادامه میگه حالا میگه مصرف کاهش 100 درصدی میگه مهدی میرزا امین عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی عنوان کرد میزان خرید گوشت از سوی مصرف کنندگان قابل توجه نیست و خیرتان نسبت به ماه گذشته حدود 15 تا 20 درصد کاهش داشته و این کاهش مصرف نسبت به سال گذشته حدود 100 درصد بوده آقای مهدی میرزا امین 100 درصد آقای یعنی صفر بوده دیگه یعنی شما یک کیلو گوشت هم نفروختی مردم اینا 85 میلیون یک کیلو گوشت بین این 85 میلیون آقا دیگه بالاخره دیگه بالاخره یه بخشی لاکچری تو ایران دیگه آقا همون آقازاده ها که میگی دیگه لفت و لیست میکنن و پول مملکت دارن میخورن یعنی این آقازاده هم گوش نخوردن در یک سال اخیر آقا یه چیزی بگید بگنجه یه چیزی بگید بگو آقا من دارم واقعا فیوز پروندم چند چند تیم با هم دیگه آقا مگه نمیگی دو سه درصد اختلاس کردن فلان. یعنی اینا به خاطر مردم مثلا تنگ گوش نخوردن این آقازاده که با ماشین های آنچنانی پرشه در بالا شهر تهران گاز میدن اینا بعد که رفتن تو خونه نون خشک زدن بر آب و خوردن نون و ماس خوردن اگه نمیگی یه بخشی اینا دارن لفت و لیس میکنن اختلاس میکنن بالاخره این طبقات اجتماعی الان مثلا در حقیقت فاصله داره خب آقا اون طبقه ای که داره رفاه داره و یه بخش محدودی هستن دزدی دارن میکنن یعنی اون دزدا بنابر گفته شما مگه نمیگه بچه سپاهی پاسداران اینا دزدن و فلانن و اینا مگه نمیگه پول مملکتو بردن چه جوریه که ولی مثلا همدردی کردن با مردم گوش نخوردن اینم یه سواله <laughs> کارش 100 صد درصدی یعنی چی خب یکی دیگه بی بی سی کاهش مصرف به نسبت سال گذشته حدود 100 درصد <laughs> بی, بی سی هم نوشته آقا جون مادرتون یکی بگه اونایی که تو کار ریاضی ان کاهش 100 درصد آخه به من بگیر یه خورده شد ما داریم اشتباه میکنیم چون اینا خیلی با اطمینان همه زدن کاهش سر آقا یعنی بحث ایران ستیزی باشه چشاشونو میبندن ها میخوان سیاه نمایی کنن از دولت رئیسی و جمهوری اسلامی چشل بستن از اصلاح طلبش تا برانداز تجزیه طلبش مثل اون جوان تا رسانه های اصلی با مرکزیت لندن همشون کاهش صد درصدی آخه مگه میشه خرید گوش نسبت به یک سال قبل حدود صد درصد کاهش یافته یعنی من قبول کنم کسی که میگه 85 میلیون مردم ایران فدای پسرم که بردم لس آنجلس مثل آقای حمید فرخ نژاد هنرمند آقای حمید فرخ نژاد شما در یک سال گذشته گوش نخوردی چون اینجا گفته 100 درصد گوش نخوردیم دیگه کاهش 100 درصدی داشته یعنی این سلبریتی های پوفیوز ما که میرن توی عروسی ساسی مانکن و غیر و اینا آقا یعنی این صادق زیبا کلام که اون یارو سفیر در حقیقت فرانسه اینا رفتن تو خونهش مقامات فرانسه رفتن تو خونه این آقای زیبا کردم گفت براش قیمه درست کرده قرمه درست کرده یا هر چی بدون گوش درست کرده بود خانمش آخه مگه میشه اصلا اینا رو ولش کن یعنی مقامات سفیرهای انگلیس و بالاخره سوئیس و اینا که در تهران زندگی میکنن اینا بالاخره بخش گوشت که از توی انگلیس که نمیارن میدن از همونجا می... تو ایران میخرن دیگه یعنی اینا تا الان خرید گوش نداشتن آخه یه چیزی بگید ببین اینجوری سیاه نمایی میکنه. این ما بختی بهتون میگیم سواد رسانه یه چرت پرتی رو تولید میکنن کاهش صد درصدی آخه اصلا نمیشه یه همچی چیزی کاش یعنی یه مصرف گوش حتی یک نفر هم نخورده ببین اینجوری تولید خبر میکنن که بخوان رو اعصاب و روان ما را برن البته ما هم با برنامه رو دست حسابی تحقیرشون میکنیم ولی خب باخر برنامه ما رو یک تعداد مشخص نه این کار شما هستش که در سطح گسترده پخش کنید این صدا باید خیلی پخش بشه اینه که دشمن ترسیده انواع و اقسام برنامه ریزی رو میکنه صدای ما شنید که یک طرفه پروپاگاندا کن هیچ برنامه سازی هم که مثل من نمیتونی بیا قشنگ اینجوری توضیح رو در اینا رو سرویس کنه ما تو جنگ رسانه ای ما تو دانشگاه نیست کار اکادمی تو جنگ رسانه ای و جنگ رسانه ای بلد باشی تو جنگی هر وقت بعضی فهمیدن میدان میدان جنگه اون موقع تازه بیان اون چی میگن متاسفانه خیلی ها فضای رسانه امروز که تو یک جنگ تمام اگر خاکریزهای های رسانه هستیم و با جاهای دیگه ما مثلا اشتباه گرفتن اینا نکاته به تو جنگ رسانه ای دوستان حمایت کن اینا باید پخش بشه یعنی چی کاش 100 درصدی مگه مسخره ای ما کاهش 100 درصدی دیگه چه سیغه ای قربونتون برم عاشقتونم همتون به بهرام از ایران بدرود